کاهش صادرات نفت ایران و پیامدهای آن بر زندگی روزمره مردم و آخرین رویدادها در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی امشب در تفسیر خبر از صدای آمریکا. سلام به شما عزیزان در هر کجای جهان که در این ساعت 9:15 دقیقه شنبه یک شنبه شب تهران به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. همونطور که پیشتر هم خبر داده ایم، صادرات نفت ایران به زیر 2 میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. پیامد بلافاصله این موضوع کاهش درآمدهای ارزی ایران است. در همین جاست که بسیار این پرسش را مطرح می کنند که کاهش درآمد ارزی ایران چه پیامدی بر سفره مردم ایران دارد. همزمان حکومت ایران در شکایت نامه رسمی به صندوق بین المللی پول تحریم های موجود در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی را باعث کاهش صادرات نفت ایران معرفی کرده است. در این میان این تنها مخالفان نظام ولایت فقیه نیستند که سوء مدیریت ها و فساد مالی در دولت و نظام را از عوامل حیف و میل درآمدهای نفتی ایران می دانند، بلکه کسانی چون اکبر ترکان وزیر پیشین دفاع در جمهوری اسلامی نیز دولت کنونی را در برابر این پرسش قرار داده که بر سر درآمد نفتی بیش از 450 میلیارد دلاری ایران در 6 سال اخیر چه آورده است. آن سوتر داریوش قنبری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید به جای آمدن پول نفت بر سفره مردم، احکام جلب از طرف بانک ها به خانه های مردم آمده است. بررسی میکنیم پیامدهای کاهش صادرات نفت ایران را در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در گفتگو با دکتر جمشید اسدی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس امور اقتصادی، و آقای دیوید پیمان از سخنگویان بنیاد متحد در برابر برنامه اتمی ایران در برابر ایران اتمی در لس آنجلس. جمشید شالنگی هستم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب مهمانان عزیز ما یک به یک از راه میرسن. هنوز آقای جمشید اسدی، دکتر جمشید اسدی، دوست دیرینه بنده، به استودیو نرسیدن. امیدوارم هرچی زودتر برسن. اما آقای دیوید پیمان با ما هستند. دیوید پیمان از جوانان ایرانی هستند، در خارج از ایران تحصیلاتشون رو گذروندن، بیشتر سن عمر خودشون رو در خارج گذروندن. چون تصویرشون هست ابتدا سلام میگیم به شما، بعد شرح مختصری از کارنامه شما. سلام آقای پیمان. هست آقای چلنگی، سلام، خیلی ممنون وقت به ما دادین که راجع به این مسائل خیلی مهم صحبت بکنیم امروز. بله آقای پیمان، باز بیوگرافیشون طولانی تر از برنامه ما هست. تحصیلات خودشون رو در خارج از ایران در یکی از معتبرترین معروفترین دانشگاه‌های نه تنها آمریکا، جهان، هاروارد، تا سطح فوق لیسانس به پایان بردن. در زمینه حقوق دفتر وکالت دارن بین المللی و همچنین سخنگوی بنیاد متحد در برابر ایران اتمی هستند. همونطور که میبینید از حضورشون در این برنامه دلبستگی هاشون به ایران همچنان پا بر جاست، و علی رغم این که از شاید بشه گفت طفولیت در خارج از ایران بودن، زبان فارسی رو همچنان حفظ کردن. پیوند قلب، دل و حتی تخصصشون رو با ایران و در خدمت ایران نگه داشتن و حفظ کردن و با ما هستن در اینجا. نخستین پرسش ما از شما این هست آقای پیمان عزیز، که شما تحریم های ناشی از برخورد با برنامه اتمی ایران رو چقدر اثرگذار میدونین روی اقتصاد ایران، و این تحریم ها آیا واقعا هدف مشخصی رو دنبال میکنن؟ هدفشون طور که جمهوری اسلامی میگه ضرب زدن به مردم ایران هست یا نه چیز هدف دیگه است؟ بله. آقای چلنگی، من چند ماه بودم از ایران در اومدم، ببخشید که فارسیم به سطح بالا زیاد نیست، اما
I'll try my best to communicate with you که با شما با فارسی حرف بزنم. این گروه United Against Nuclear Iran که من براشون کار میکنم، من وکیل هستم اما براشون کار میکنم، سال 2008 پیدا شده. این گروه آقای جیم وولزی که رئیس CIA زیر رئیس جمهور کلینتون بوده و آقای دنیس راس که مشاور رئیس جمهور اوباما هستش راجب ایران و آقای ریچارد هولبروک که برای چند تا رئیس جمهور آمریکا کار کرده، این گروه پیدا کردن و آقای فواد آجامی که استاد پروفسور جان هاپکینز هستش برای این ارگانیزیشن روی بورد و ادوایزرز این ارگانیزیشن هست و فران تاونزند که رئیس هوملند سیکیوریتی زیر رئیس جمهور بوش بوده. United Against Nuclear Iran نگرانه که این رژیم ایران بمب اتمی نگیره و ما داریم با دولت آمریکا و روی راه‌های شخصی میریم جلو که مطمئن باشیم که یا این رژیم ایران بمب اتمی نگیره یا با دست پاک بیا جلو سازمان ملت نشون بده، اجازه بده به سازمان ملت بیا توی ایران که این جاهای اتمیشون رو نشون بده که دنیا مطمئن بشن که ایران بمب اتمی نمیخواد بگیره و احترام داره به قانونای دنیا و احترام داره به اون چیزا که خودش امضا کرده و گفته که بمب اتمی نداره و نمیخواد بگیره. این گول این گروه United Nuclear Iran هستش و ما از طرف اقتصاد میخواییم رو این رژیم فشار بذاریم که این رژیم یا بیا جلو نشون بده که نداره یا بیا رو میز با آمریکا و سازمان ملت حرف بزنه یا انقدر فشار بذاریم رو این رژیم که مجبور بشه اخلاقاشو و راهشو که داره روی بمب اتمی میره عوض بکنه. خب همونطور که شنیدید آقای دیوید گفتن از طفولیت در آمریکا بودن، من خوشبختانه فارسی رو خوب و شیرین هم صحبت میکنن و بینندگان ما قطعا متوجه هستن. کلماتی مثل ارگانیزیشن هست که سازمان یا بنیاد یا تشکیلات میشه اسمش گذاشت. ایشون ضمن این رو هم بگم که با در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون در کاخ سفید جزو افرادی بودن که همکاری داشتن با بیل کلینتون و به اتفاق دیوید پیمان به اون طرف لس آنجلس میریم، اورنج کانتی. دکتر جمشید اسدی با ما هستن، نیاز به معرفی بیشتر غیر از اسمشون ندارم، با چهره و نام ایشون از طریق برنامه‌های مختلف آشنا هستید. فقط این اطلاع رو بدم که جمشید اسدی عزیز از سالها پیش ما روابط دوستانه و همکاری داشتیم در مطبوعات و سلام به شما آقای جمشید اسدی در اورنج کانتی. با درود به شما آقای چالنگی، باعث افتخار من بوده همکاری با شما. تشکر از فرصتی که به من دادید. درود به هموطنان عزیز و اثر خوشبختی میکنم در این حال با دوست عزیزمون هماندیشی میکنیم. امروز باعث افتخار من که جوانها بعد از این همه سال دوری از ایران با این عشق و با این زیبایی به زبان فارسی صحبت میکنن و به کشور خدمت میکنن. شرف روزی همه ماست. آقای اسدی عزیز به ما بفرمایید که سقوط کاهش صادرات نفت عملا چه پیامدهایی میتونه در ماهای آینده داشته باشه بر سفره مردم، بر وضعیت خود حکومت؟ پیامد بسیار آشکاری که سقوط صادرات نفت خواهد داشت سرکوب مردمه. خواهید فرمود چطور سقوط نفت صادرات نفت به سرکوب خواهد انجامید؟ ببینید، امروز ستون فقرات اقتصاد ما نفت است. نه تنها نفت حدود 80% اقتصاد رو بردوش دارد، بلکه فعالیت های دیگه هم
بر وابسته است به اینکه اقتصاد نفت جریان داشته باشه. پس اگر اقتصاد نفت فلج بشود و زمین گیر بشود، نه تنها درآمد ملی پایین خواهد آمد، بلکه سطح اشتغال هم پایین خواهد آمد. وقتی سطح اشتغال پایین بیاد، مردم اعتراض میکنند، کما اینکه بسیاری از کارگران به علت عقب افتادن دستمزدشون اعتراض کردند. وقتی مردم اعتراض میکنند به اسم فتنه اقتصادی و اینکه این فتنه اقتصادی در حقیقت فتنه ایست که از دست صهیونیسم اومده بیرون، با این واژگان آشنا هستید، شروع به سرکوب مردم خواهند کرد. کما اینکه امروز بسیاری از چهره های دستمزد بگیر و کارگران در زندان هستند. این متاسفانه آینده ایست که من برای کشور پیش بینی میکنم. اگر فرصتی بود عرض کنم که چرا صادرات نفت به این شدت سقوط کرده است. اگر به طور مختصر بفرمایید که بنده و هم ولایتی هامون و بینندگانمون همه بدونیم خوشحال میشه. با کمال میل. ببینید، ما سالهاست که از میدانهای نفتی خودمون بهره برداری میکنیم و میدانهای جدیدی کشف کرده ایم. البته در زمینه گاز هم به طوری که برآورد شده از ذخایر گازی ایران دوم است در جهان، اما تولید ما عقب است. یعنی آن میدانهایی رو که سالهاست کشف کرده ایم و بهره برداری میکنیم قادر به بازسازی نیستیم. وقتی میدانی، چاهی حدود 40% نفتش کم و بیش برداشت میشه، این احتیاج به تکنولوژی ها و فناوری های نوین دارد که راندمان و بازدهی برداشت مثل گذشته باشه. خب میدان های جدید هم احتیاج به فناوری های نو دارند برای اینکه بشه ازشون بهره برداری کرد. در شرایطی که ما در حالت تحریم به سر میبریم، البته صنعت نفت گاز ما تحریم نشده اند، اما آمریکا سرمایه گذاری از یک حد خاصی رو ممنوع کرده است و شبکه مالی بین‌المللی فایننس کردن درشت رو برای ایران ممنوع کرده است. در این شرایط کشور قادر نیست چاه‌های قدیمی رو بازسازی کند و چاه‌های نوین رو راه بندازد. خب پس نفت سقوط میکنه. سالی حدود 1,000,000 بشکه، 1,500,000 بشکه تولید نفت ما به عقب میاد، پایین میاد. این خلاصه یک روندی است که در کشور ادامه داره. نکته آخر این که اینو بدون تعصب ملی عرض میکنم، مثلا کشور قطر که در زمانی به عبارتی جزو حومه های کشور ایران بود بدون تعصب ملی، امروز استفادهش از میدان مشترک گاز پارس به مراتب بیشتر از ایران است و حتی تبدیل شده است به بورس جهانی گاز در دنیا. قطر و ایران. قطر یادآوری میکنم که مساحتش از بعضی استانهای ایران که هیچ به اندازه بعضی از شهرهای ایرانه. البته خب مساحت شرط که نمیشه. بعضی کشورهای اروپایی مساحتشون به اندازه شهر قدیم ما مسجد سلیمان هم نیست. و اینکه مسجد سلیمان خب منبع در نفتی ایران بود سالیان سال. تو کاملا صحیح. میفرمایید به اتفاق شما با شما هستیم. این خبر رو هم من بدم که ظاهراً آقای اسدی خودشون در جریان هستن. 43 شرکت خارجی برای سرمایه گذاری، کمپانیایی که سرمایه گذاری میکنن در ایران، به 16 تا رسیده به دلایل مختلفی که از جمله آقای اسدی هم اشاره کردن. آقای پیمان گرامی، خیلی ها این حرف رو میزنن که این قضیه تحریم ها و برنامه اتمی ایران رو غرب یک بازی داره باش میکنه. یعنی اگه میخواد بفهمه ایران واقعا اتمی برنامه بمب اتم میخواد، دیگه اینقدر طول نمیکشه، کارو بالاخره یه جایی تموم باید بکنن. چند سال همین طور هی میگن ایران بمب اتم میخواد درست کنه، تحریم میکنه، میگن یک بازیه. شما به ما میگید بفرمایید که چقدر واقعا غرب، آمریکا جدی هست در این مورد. سال 1996 آمریکا یه قانون خیلی مهمی پاس کرده به اسم ایران لیبیا سانکشنز اکت. این قانون گفته هر کمپانی که بخواد به این رژیم پول بده برای سکتور نفتش و انرژیش، نمیتونه با آمریکا بیزنس بکنه، نمیتونه تو آمریکا بیزنس داشته باشه.
اما متاسفانه از 1996 تا فقط 2 سال پیش این قانون آمریکا هیچی با این قانون نکرده، یعنی این قانون رو اینفورس نکرده. از 1996 تا 2-3 سال پیش بیشتر از 10 بیلیون دلار از کمپانی‌های دنیا تو ایران رفته، کمپانی‌های سوئد، کمپانی‌های حتی کانادا، کمپانی‌های نروژ، کمپانی‌های کره، کمپانی‌های روسیه و چین، و آمریکا واقعاً فشاری نیاورده زیر این قانونه به همچی کمپانی‌ها. ما گروه ما United Against Nuclear Iran از 2-3 سال پیش تا حالا واقعاً با دولت کار کرده و فشار شخصی گذاشته که این کمپانیا از ایران در بیان. حالا میبینیم که این فشاره برامون it's changed the regime's perception. خیلی فشار گذاشته به این رژیمه که این پوله که از این کمپانیا گرفتن دیگه نمیگیرن. این پوله میدونیم میره به طرف بمب اتمیشون، میدونیم این بعضی پولا که در میارن میره حتی به گروه های عربی که اصلا به ایرانی ها ربطی نداره، گروه های مثل حزب، گروه های تروریستی، و میدونیم که این رژیم با این پولا کارهای ظلمی به مردم خودشون میکنه. و ما میبینیم که با این پرشوری، با این فشار اقتصادی میخوایم یه روز این رژیم یا بیا جلو بگه ما واز میکنیم به سازمان ملت جایه اتمیمون و میخوایم با آمریکا رابطه داشته باشیم، میخوایم با آمریکا بیزنس بکنیم و با تمام کشورهای دنیا میخوایم بیزنس بکنیم. اما تازگی فقط 1-2 ساله آمریکا جدی هستش و کشورهای اروپایی جدی هستن که واقعا یه کاری میخوان بکنن که به این رژیم فشار بیارن. تا حالا این رژیم فشار رو فیل نکرده، تا حالا نمیدونسته این فشار چیه، به خاطر که آمریکا قانون داشته از 1996 اما با این قانون نرفته جلو، این قانون رو اینفورس نکرده تا فقط 1-2 سال پیش. یعنی اجرا نکرده با. بله اجرا نکرده. خیلی کوتاه بفهمم، یعنی میشه من اینو بفهمم از حرف شما که الان جدی شده؟ الان درسته، الان مدت جدی شده. درسته، الان تازه جدی داشته از طرف شخصی و از طرف دولتی هر دو طرف. بونتو آقای اسدی، این رو اگه کوتاه بفهمم، پرسش دیگه ای دارم، این که خیلی خوب درآمد ایران کمتر میشه، حکومت ایران، آقای اسدی عزیز، اول از کجا میشه تضمین داشت که این درآمدش که کم بشه اول میره از برنامه اتمیش میزنه؟ شاید از اون نزنه، شاید اول فکر کنه حالا اون یه تیکه گوشت هم که اون گوشه سفره مردم هست اون حالا لازم نیست، یک مقدار زیادی است، از اون بزنه. چه تضمینی هست؟ بدون شک از برنامه اتمیش نخواهد زد، بدون شک. ببینید به طور کلی این تحریم ها که در مورد ایران صورت گرفته، فرمایشی که کردن بسیار درسته، با وجود این باید دانست که این فشارها بسیار بسیار، یعنی این قوانین بسیار بسیار سنگین بوده است بر شرکت های بین المللی. شرکت توتال فرانسوی زیر همین فشار آمریکایی ها اومد بیرون. استات اویل که یک شرکت اسکاندیناوی نروژی هست، اون به علت اینکه در عین حال بخشی از سهامش در امریکا هست مجبور شد از ایران بیاد بیرون. طرح 15 و 16 فازهای پارس جنوبی که دست شرکت‌های خارجی بود زیر همین فشارها اومد بیرون. این تحریم‌ها بدون شک مؤثرن بر ایران، اما بر رأی آقایان، بر سرسختی آقایان برای رسیدن به توانش سلاح اتمی کارگر نیستن. ایران میتواند به زانو بنشیند و بر زمین بنشیند که نشسته است. آقایان تصمیمشون در این مورد عوض نمیشه و صدای اعتراض به عنوان فتنه اقتصادی سرکوب میشه. در نتیجه فرمودید بسیار کوتاه پاسخ بدم، بسیار کوتاه. من فکر نمی کنم سرسختای حاکم بر نظام از بدتر از این تحریم ها
تصمیمشون در مورد رسیدن به توانش اتمی عوض بشه. البته باید فشار و مبارزه رو ادامه داد در این مورد. آقای پیمان عزیز کوتاه بفرمایید که این قبل از این پرسش دیگه از آقای اسدی داشته باشیم که آیا این فشارها پیش بینی هست، یعنی در آینده استپا یا قدم‌های بعدی بیشتر بشه این تحریم‌ها روی برنامه اتمی ایران؟ بیشتر میشه فشار از طرف هم آمریکا از اروپا، چاره دیگه نیست، چاره بیرون فشار اقتصادی نیست. و ما میدونیم، نگاه کن ببینیم کیس لیبیا چی شده. همون 1996 که این قانون در آمده، اسم قانون ایران لیبیا سانکشنز اکت، یعنی هم به طرف ایران بوده هم به طرف لیبیا، اما تمام دنیا و آمریکا لیبیا رو جدی گرفته و واقعا کمپانی حق نداشته بره تو لیبیا بیزنس بکنه. و دیدیم که قدرت رژیم لیبیا خیلی کم شد. حالا میبینیم امروز لیبیا به کجا رسیده و امکان داره خیلی فشار بیشتر بیا توی آینده از طرف دولت آمریکا و دولت‌های اروپا و کشور دیگه روی این رژیم ایران بیارن که thought processشون رو عوض بکنن، که cost benefit analysisشون رو عوض بکنن، که بیان جلو یا نشون بدن یا یه جایی برسن که چاره دیگه نداشته باشن. خب کلماتی مثل بیزینس هم در اینجا تجارت هست و در واقع مفهوم این رو که ایشون اشاره کردن با جملات انگلیسی این هستش که اندیشه سیاسی یا روش سیاسی یا روش برخورد با توجه به مساله اقتصادی یا مساله دیگه عوض کنن، به اصطلاح همگام با جهان کنن. درسته آقای دوید عزیز؟ نه، منظور شما همین هست که روش سیاسیشون بله. خب بله، و ما میدونیم که این سولوشن it's gonna hurt the medicine، این دوا هیچ وقت آسون نیست برای هیچ کس، اما ما باید یه فشاری بذاریم روی این رژیم که بیا جلو، چاره دیگه نیست. میدونیم که برای آینده این جریان حل بشه، همه جریان‌های دیگه هم میتونن حل بشن. این جریان بمب اتمی حل بشه، به خاطر اینکه میدونیم مهمترین چیز برای دولت آمریکا و همچنین برای تمام دولت‌های دنیا این هست، مسئله بمب اتمی ایران. اگه این حل بشه، موضوع دیگه تو ایران هم میتونه حل بشه و امیدوارم مردمای ایران هم میتونن یه جای برسن که آزادیشون رو داشته باشن. ولی با توجه به همین موضوع، آقای اسدی گرامی، آیا شرایطی مناسبی هست برای اینکه وزارت نفت رو در یه همچین شرایطی به سپاه پاسداران منتقل کنن و اساسا سپاه پاسداران چه نقشی در یک همچین اقتصادی داره که تکیگاه اصلیش صادرات نفتی است؟ چه نقشی ندارد سپاه پاسداران در اقتصاد ایران؟ چه نقشی ندارد سپاه پاسداران در دستگاه و نظام سیاسی ایران؟ به یک عبارت جناب چالنگی، هم میهنان عزیز، تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ برآمدن و فرادست شدن سپاه پاسداران در اقتصاد و سیاست کشوره. من بسیار تعجب میکنم وقتی بعضی رسانه ها اظهار تعجب میکنند از اینکه آقای رستم قاسمی که رئیس قرارگاه خاتم الانبیا است، یادآوری میکنم که قرارگاه خاتم الانبیا یکی از اولین شرکت هایی است که سپاه پاسداران برای دخالت در اقتصاد ایران و بهره برداری از امتیازهای رانتی ایجاد کرد، از اینکه رسانه ها تعجب میکنند که به این وضوح آقای رستم قاسمی از خاتم الانبیا پاسداران وزیر نفت میشه تعجب میکنم. مگر کار اول است که شده است؟ مگر آقای رضایی از همین مسیر طی نکرد؟ مگر آقای قالیباف از همین مسیر طی نشد کارش؟ آقای قالیباف هم رئیس خاتم الانبیا بود. مگر نه اینکه وقتی آقای احمدی نژاد بار اول به زمامداری رسید، حدود 6 نفر از وزراش وزرای پاسدار بودند؟ مگر نه اینکه حدود 40 به عبارتی 40 تا 60 نفر بسته به رابطه شون
جد در مجلس، مجلس هفتم، از سپاه پاسداران بودن. مگر نه اینکه مسئولیت تمام کمیسیون‌های اصلی بر دوش سپاه پاسداران بود؟ چه تعجبی دارید؟ ایران دست سپاه پاسدارانه. و این هم به نظر من توهم است. اگر ما بگوییم که مثلا در دعوایی که بین احمدی نژاد پاسدار و رهبر معظم انقلاب، رهبری جدید رو عرض میکنم، ولی امر مسلمین، آقای خامنه ای، دعوایی است که بین این دوتاست. چنین چیزی نیست. کشور دست سپاه پاسداران است، اما سپاه پاسداران یک دست نیست، جناحای مختلف دارد و این دوام تجلی دعوایی است که در درون سپاه پاسداران وجود دارد. آقای چلنگی، اگر اجازه هست یک نکته کوتاه دیگه عرض بکنم و سخن رو تقدیم کنم. تمنا میکنم. در همین زمین است میشنمیم، چون سوال دیگه ای ما داشتیم. بعد بفهم. البته در زمینه است که اشاره است که دوستمون کردن در مورد این. بفهم. غیر مستقیم بستگی دارد به این. ببینید، فرمودن اگر مسئله اتمی ایران حل بشود، مشکلات دیگه ایران هم حل میشود. البته این مسئله بسیار بغرنجیست. کشور ما رو به یکی از سیاه‌ترین روزهای خودش نشونده، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی. به طور متوسط در هر سال زمامداری آقای احمدی نژاد یک قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور ما صادر شد و به این روزی شد رسیدیم که رسیدیم. به روزی رسیدیم که کودکان کشور برای امرار معاش باید کلیه خودشون رو بفروشن. خب درسته، وضعیت دشواری است، اما من فکر نمی کنم حل این مسئله مشکل ایران رو حل بکنه. حل مشکل اساسی ایران، به قول خود آقایون، ام الفساد ایران استبداد است. با حل مسئله استبداد این مشکلات دیگر حل خواهد شد. می توان شاید در چارچوبی بخشی از جناح به این فکر بکند که در مورد مسئله اتمی یک توافقی با جهانیان پیدا بکند. البته بسیار مشکل خواهد بود، تقریبا غیر ممکنه، برای اینکه رژیم رو نجات بده. برعکس، من فکر میکنم مشکل اصلی مشکل استبداد است در ایران، پیش به سوی انتخابات آزاد. در واقع این صحبت کوتاهتون طولانی‌تر از صحبت طولانی قبلیتون شد. آقای اسدی عزیز، ممنون با این. آقای پیمان عزیز، واقعا کمتر از یک دقیقه، اگه ما به طور مختصر بخواید بشمرید چه باید بکنید در مورد برنامه اتمیشی حکومت ایران که هم برنامه اتمی داشته باشه و هم این تحریما نباشه. Actually, but you want to know what we can do to stop the Iranian nuclear program? No. ببینید، حرف من این هست، شمرده تر میگم خدمتتون. چه برنامه‌ای رو برای ایران پیشنهاد می‌کنین که غرب قانع بشه، بدون مطمئن بشه که ایران دیگه دنبال برنامه اتمی نیست و این تحریم‌ها رو برداره؟ کمتر از زیاده. How can we assure that Iran will not attain the nuclear program? Yes, is that what you're saying? بله. Okay. And what can Iran do? خیلی آسونه. ایران بعد جاهایی که میدونیم که پروگرام اتمی دارن، تو نتنز و دور قم و حتی تو تهران که دارن، بعد به سازمان ملت اجازه بدن بیان تو اینا رو انسپکت کنن، اونجوری که لیبیا کشورشون رو واز کرده بود یکی دو سال پیش، که به سازمان ملت اجازه داد که بیا تو ببینه و بعدش لیبیا با آمریکا و با کشور اروپا دوباره کار کرد. همین اینطوری ایران باید نشون بده که رفتن دنیا، ولی که واقعا آقای دیوید عزیز، ولی سازمان ملت رفت اونجا، وقتمون هم داره تموم میشه. نه سازمان ملت فقط میره اونجا که دولت ایران که بگه اونجا اجازه داره بره. اما نرفتن اونجایی که سازمان ملت خودشون میخوان برن و ببینن. بسیار. و اکویپمنت های تکنولوژی که سازمان ملت میخواد بذاره تو ایران که مطمئن بشه تو آینده این رژیم بمب اتمی نگیره، هنوز اجازه نداده. بسیار. رژیم ایران به سازمان ملت بذاره. سپاسگزار هستیم از شما آقای دیوید پیمان عزیز، با سپاس بسیار از شما. همینطور خیلی ممنون آقای چرانگی. تمنون، ممنون از شما. سپاسگزار هستیم آقای دکتر جمشید اسدی گرامی، با سپاس بسیار از شما عزیزان.
بازپخش این برنامه 12 شب امشب 7:15، 12 ظهر فردا و همینطور 5:15 دقیقه بعد از ظهر فردا. به پایان این برنامه تفسیر خبر می رسیم. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد باد.